خاور اسلام را عصر میانه اعلان کرد. در ازبکستان لاس ویگاس خود را بنیاد میکنند. در منطقه های روسیه نرخ پاتنت برای مهاجران مهنتی افزایش مییابد. آژانسی اطلاعاتی ملی تاجیکستان خاور کمپانی بر ضد اسلام با نام ما بر ضد متعصبی و اکستریمیزم را شروع نمود. با کمپانی مذکور اربابان شناخته علمی با مانند خادمی پیشقدم علم و فن مرکزی تحقیقات تمدن و منطقوی اکادمی علم های روسیه دکتر علم های تاریخ پروفسور رحیمبک باباخانوی در شهر مسکو زیست کننده جلب کرده می شود. دیروز امروز دیدم که اون سیمبولیک اتریبوت که اسلام هست. متاسفانه اکستریمیزم و تروریسم در کشورهای جهان خصوصا با اهالی مسلمان نشین طبیعت دینی و متعصبی دارد میگوید او. نه برادرو اخو پرایرا برای رش ساتر رید رفته سای نسبتی چاره هایی که از جانب رژیم رحمان در مبارزه علیه اکستریمیزم اندیشیده می شود رحیم بیگ بابا خانوف چنین میگوید. جالب بود. درست این در موزه اسلام خانوادگی بنده دارم زیاد بحث میکنم، بیشتر در گروه های شبکه های اجتماعی در فیسبوک. سالهای اخیر حکومت جمهوری علیه تعصب دینی، اکستریمیزم و تروریسم مبارزه فعال میبرد. بعضی موفقیت ها در مبارزه مذکور نمایان است. فعالیت اسلام سیاسی منع کرده شد، ولی این کم میباشد. خرافات و شعوری کهنه دینی اساسی است که تعصب دینی و اکستریمیزم را رواج می دهد. در جامعه تاجیکستان چنین ظهورات وجود دارد و در حیات هر روزه میلیون ها انسان ها در قلمرو کشور نقشی مهم دارد. من خیلی شادم که آژانس اطلاعاتی خاور علیه متعصبی و اکستریمیزم اقدام به مدت را اعلان نمود. امیدوارم که برای هر یک صاحب عقل تاجیک اقدام مذکور برای مبارزه علیه جهالت پرستی، قدریت های به ما بگانه، رادیکالیزم، خرافات پرستی، اکستریمیزم و تروریسم کمک میکند، گفت بابا خانوف. خبرنگاری خبرها برای فهمیدن فکری ساکنان تاجیکستان آید حادثه های آخرین با بعضی آنها هم صحبت شد. با عقیده آنها افزایش شماره انسان هایی که به دین اسلام عمل میکنند، حکومت کشور را به تشویش میارد. کی به مناسبت این در واخری های نقشگی خدمات امنیتی دولت با امام خطیبان معمایی چیتر در بین جوانان مسلمانان عمل کنندگان را کاهش دیم. اینچونین چیتر در بین جوانان شماره مسجد را کاهش دیم زود زود برداشته می شود. در این خصوص با شرط نهانی یکی از ساکنان تاجیکستان که به واسطه با امام خطیبان در تماس می باشد اطلاع داد. در ازبکستان منطقه های مخصوص پیدا می شود که درجه فساد در آنجا مانند لاس ویگاس امریکا نامحدود خواهد شد. سامانه پادرابنا نقطه اوز به قرار رئیس جمهور شفکت مرزیایف تکیه نموده می نویسد. در منطقه های مذکور ساعت کاری مجمع های دلخوشی و طربخانه ها در شب محدود کرده نمی شود. خصوصا سند مذکور به رئیس شورای وزیران قراقلپاکستان و حاکمان ولایت ها امتیاز می دهد که در شهر نوکوس مرکزهای ولایت ها و جایهایی که سیاحان را جلب می کند منطقه ها را معین نمایند که در آن فعالیت شبانه مرکزهای دلخوشی و طربخانه ها محدود کرده نمی شود. یادرس میکنیم که در کشور جایهای دلخوشی و طربخانه ها پس از ساعت 23 فعالیت کردن با قرار مخفی منع کرده شده است. لایحه قانونی مذکور اساساً به فعالیت کلوب های فساد شبانه و دیگر جایهای همانند متعلق می باشد. در ولایت سخالین فدراسیون روسیه از سال 2019 شروع نموده نقشه دارند نرخ پاتنت را برای مهاجران مهنتی به مقدار 5807 روبل روسی یعنی به 25% افزایش دهند. چی طوری که سامانه میگرانت نقطه نیوز نقطه تیجه می نویسد ایلاوه های مطابق شده به لایحه قانون آیدی جاری نمودنی کوئفیسینت از طرف دپوتت های دومه ولایتی در یکم جلسه قبول گردید.
коэффициенти мазкур услуби ба танзим даровардани вориди муҳоҷирони меҳнатӣ ба кишвар буда, ҳар сол барои дар навбати аввал таъмин намудани шаҳрвандони Русия бо ҷои кор ҷорӣ карда мешавад. وضعیت در شرایط مهاجرت مهنتی از طرف حکومت ولایت همچون استوار بهاگذاری کرده شده است. طبق اطلاع شعبه وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت سمولنسک، حصه کارکنان خارجی با پتن در سال 2017 از 282 از 7000 نفر 8 از 7000 را تشکیل نمود. با گفته سرداری آژانس مهنت و شغل اهالی تاتیانا بابیچ، مقرر شده است که در سال 2019 کوفیسینت نشان دهنده خصوصیت بازار مهنت ولایت به مقدار 2 از 176 گذاشته شود، یعنی پرداخت پیشمزد ماهانه پتنت به مقدار 25% افزایش داده می شود. نرخ پتنت در ولایت امور سال 2019 5711 روبل روسی خواهد شد. برای مقایسه نمودن، نرخ پتنت در سال جاری 5509 روبل روسی را تشکیل نموده بود. очень сложно стал и посмотрим на ситуацию, уже мой брат уезжает скоро.